سلام بر شما به محور خوش آمدید انتخابات حضوری ریاست جمهوری 2024 آمریکا امروز به وقت محلی با رایدهی در ایالت نیو این کشور آغاز شد دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و کاملا هریس معاون رئیس جمهوری فعلی آمریکا در این رقابت با هم با در این انتخابات با هم بر رقابت پرداختند بر بنیاد تازه ترین نظر ها دونالد ترامپ در ایالت های نوادا کار... کارولینیای شمالی جورجیا و ایروزونا و همین طور کاملا هریس در ایالت های ویسکانسین و میشیگان با اختلاف بسیار اندک پیشتاز هستند اما پیروزی کدام یک بسود افغانستان خواهد بود این گزارش را ببینید و پس از آن بحث میکنیم امروز سه‌شنبه 60 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به وقت محلی به گونه رسمی در ایالت نیو هم شایر آغاز شد. در این انتخابات دو نامزد اصلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری و کامالا هریس از حزب دموکرات با هم بر رقابت پرداختند. من فقط برای یک انتخابات مسالمت آمیز دعا می کنم و هر کسی که قرار است برنده شود امیدوارم برنده شود. در این انتخابات که حدود 80 میلیون تن از طریق رأی زود هنگام خود را قبلا به صندوق ها ریختند در ساعات آینده نیز حوزه های رای برای دیگر شهروندان آمریکایی نیز باز خواهند شد من واقعا به این انتخابات حلاقه هستم. من رای دهنده هستم اما در ایالت زندگی می کنم که می توانم از طریق پست رای بدهم. اما پیروزی هر یک از این نامزدان چه تأثیرات بر افغانستان خواهد گذاشت؟ جمهوری خواهان نسبت به دموکراتان علاقه مندی زیاد به افغانستان داره و از قبل هم در افغانستان حضور داشتن و از در کمپاین ترامپ هم اشارات زیاد شده که طرف افغانستان به رجوع کنند در و... سیرگزاری سیاست ها بالای کشور افغانستان رئیس کشور های کنوز محتاج به کمک خارجی ها بوده و تأثیر پذیر از سیاست بلیل باشد نیست تاثیرگذاری خواهد داشت و امیدوار است که حکومت آینده ایالات متحده آمریکا و تعهد در مقابل خدمت و ارائه خدمات و پشتیبانی از مردم افغانستان کوتاهی نکرده بر بنیاد تازه ترین نظرسنجی های منتشر شده دونالد ترامپ در ایالت های کارولینای شمالی جورجیا و ریزونا و کامالو هرز در ایالت های ویسکانسن و میشیگان با اختلاف بسیار کمی پیشتاز هستند در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک ساعت پیش رو با مهمانان مختلف در ابعاد مختلف آن بحث میکنیم اینجا همین اکنون آقای دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد و تحلیلگر روابط بین الملل با ما هستند و با او در میان میگذاریم و میپرسیم که انتخابات آمریکا و نتیجه این انتخابات بر افغانستان چه تاثیر خواهد داشت آقای نظری سلام بر شما بسیار خوش آمدین و بحث انتخابات امریکا تنها برای آمریکایی ها مهم نیست از گوشه و کنار جهان چشم ها دوخته شده به نتیجه این انتخابات که چی کسی را این انتخابات به کاخ سفید روان میکنه فکر میکنین که برای افغانستان کدام یک از اینها اهمیت داره بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام دارم خدمت شما و تمامی مردم شریف و نجیب افغانستان در واقع انتخابات ایالات متحده امریکا نه تنها تاثیرات در سطح افغانستان داره بلکه به عنوان یک نمایش جهانی تفسیر میشه از این منظر که تاثیراتشان جهانی خواهد بود و در حوزه افغانستان ما میتونیم بگوییم که تغییر خاص در حوزه استراتژیک شکل نخواهد گرفت چون دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مدون هست و در ارتباط با تحولات جوپولیتیک منطقه دیدگاه واضح و روشن و مدون دارد اما در حوزه تاکتیکی قطعا هر نامزدی که به قدرت برسه بحث های خود را با افغانستان خواهد داشت منتها مسئله اساسی اینجاست که در حوزه تاکتیکی هم این تغییرات به او پیمانه ای نیست که تغییرات ساختاری او را ما عنوان بکنیم بلکه میتونه در نحوه مراودات با افغانستان یا در واقع دارایی مردم افغانستان و همچنین تعامل با امارت اسلامی بحث های را در سطح کلی مورد توجه دقت نظر قرار بده اما از نظر ساختاری تغییر خاصی را ما هر نامزدی که به قدرت برسه شاهد نخواهیم بود پس به این معناست که اگر دونالد ترامپ به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه یا کاملا هر سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان روشن است و اون سیاست را تعقیب خواهد کرد هر یکی اجرا کننده است و تغییر جدی نخواهد آمد اصولا در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا این محافل پژوهشی و تحقیقاتی هست که در واقع نحوه سیاست گذاری را برای سیاست مداران و کارگزاران قصد سفید ارائه میکنه در واقع سیاست گذاری در ایالات متحده قبل از اینکه توسط مجریا و کارگذاران رقم بخوره از دل مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی استخراج و استنباط میشه. از این منظر است که آنچه که نسبت به تحولات افغانستان در دوره آقای بایدن مورد توجه قرار گرفته بود فراموش نکنیم که طراحی و مهندسی از او در دوره آقای ترامپ مورد توجه قرار گرفته بود بله. این دلیل است که در واقع ایالات متحده نمیخواهد یک بار دیگه خود در افغانستان درگیر بسازه بلکه مشکلاتی که در اوکراین وجود داره و هزینه هایی را که در اوکراین کرده و می در تحولات خاورمیانه یا غرب آسیا اینا نقطه های استراتژیکی هست که در واقع ایالات متحده بیشتر روی زو متمرکز خواهد بود افغانستان یک شکست تلخی بوده برای ایالات متحده امریکا و 20 سال امریکایی ها در اینجا حضور داشته و کشور ما به گونه تحت سلطه و اشغالی اونا بوده آنچه که به عنوان آورده و نتیجه ای روند است کاملا به چالش کشیده شدن اعتبار و اتوریته ایالات متحده است و در ملموسی ملموس در حوزه افغانستان آمریکایی ها و همینطور ناتو به با عنوان بازوی سیاست خارجی آمریکا نداشت خیلی خوب پس رئیس جمهور کسی که به عنوان رئیس جمهور در آمریکا است او فقط سیاست هایی که طرح میشه مدون میشه در قبال کشورها اجرا میکنه و عملی مثلا در جریان سه سال جو بایدن یا در ج... سه سال که اسلامی حاکم است سیاست امریکا را دنبال کرد که به با باور شما دونالد ترامپ هم او را تعقیب کرده بود قبلا آقای نظرش چی میفهمین شما از سیاست امریکا در قبال افغانستان نگاه امریکا در جریان سه سال چه نوع یک نگاه بوده که مدون است در سیاست خارج امریکا ایالات متحده در واقع سیاست آن سوی افق را نسبت به افغانستان دنبال میکنه به این آن سوی افق به این معنا که از حوزه های پرامونی افغانستان از کشورهای عربی در واقع میخوای تحولات افغانستان مدیریت بکنه به همین دلیل که شما شاید هستین که آمریکایی ها اینجا از سفارت خود را باز نکرده بیشتر از دوها این فرایند دنبال میشه و همچنین از شمار دیگه از کشورهای عربی که آمریکایی ها اونجا پایگاه داره و به روابط گسترده و عمیق داره یعنی ام. روابط سنتی و دیرپا با این کشورها برقرار هست بله. یعنی مفهوم این در واقع تحول یا ای دکترین است که آمریکایی ها از تحولات داخلی افغانستان دیگه نمیخواد هزینه بکنه بله. و در واقع آنچه که مطمعنی نظر قرار میگیره بر اساس معلومات هست، داده ها و رهایافت های هست که در واقع او تحت عنوان استراتژی آنسوی افق ایالات متحده طی سال اخیر او را دنبال کرده و مورد توجه مطمعنی نظر قرار داده و در واقع هر کسی که به قدرت برسه چه خانم هریس باشه و چه آقای ترامپ باشه امی سیاستی آن افق نسبت به تحولات افغانستان دنبال خواهد شد بله ولی, ولی نباید هم فراموش بکنیم سخنان را که دونالد ترامپ در قبال خروج از افغانستان داشته او بر حال در مناظره های انتخاباتی هم زمانی که آقای بایدن نامزد بود او را متهم کرد به اینکه یک خروج شرماور را از افغانستان انجام داده و هم با هرس که مناظره داشت در این مورد تاخت حتی شما صحبت های آقای ترامپ را شنیدن که او گفت که به یک شماره از هواداران گفت که به قوت شما دوباره پایگاه بگرام را خواهیم گرفت در مورد اهمیت پایگاه بگرام صحبت کرد و گفت که یک سات واصله دارد تا زیر های تسلیحاتی امریکا در مورد خروج از امریکا گفت اگر ما به کاخ سفید برسم تمام مقام های نظامی امریکا باید استعفایش را بیاره به خاطر خروج شرماور از افغانستان اینها فکر میکنین تاثیری نخواهد داشت و بر دیدگاه امریکا در قبال افغانستان که بسیاری ها است که در جریان سه سال یک سیاست مبهم بوده کاملا تغییر کنه به هیچ وجه یکی بحث های انتخاباتی است که با هیجان و احساسات در تمامی کشورها دنبال میشه و رقیب به گونه کوبیده میشه با میکانیزم ها ساز و که بتانه در جلب افکار عمومی و آرای عمومی تاثیر گذار باشه با توجه به اینکه انتخابات در ایالات متحده یکی از انتخابات هایی هست که در واقع پیش بسیار دشوار هست و به دلیل نزدیکی آرای ملی و الکترال در واقع رقابت شانه به شانه را عملا ما شاهد هستیم و طور جهان در واقع این مناظره را دنبال میکنه به دلیل تاثیرگذاری که بر سطوح منطقی و بین المللی داره اما واقعیت مسئله ایست که بحث های واقعی با بحث های نمادین و مناظرات انتخاباتی کاملا تفاوت جوهری و ساختاری داره من پیشتر اشاره کردم ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای می که سیاست مدون داره نسبت به کشورهای منطقه نظام بین الملل رقبای خود مثل چین و روسیه باید. و در حوزه افغانستان همونطور که من پیشتر تاکید کردم تا اینجا را که من در واقع مقالاتی که در اونجا منتشر شده و همینطور مناظراتی اونا را دنبال کردم دقیقا استراتژی آن سوی افق همچنان مورد توجه آقای ترامپ است ولی ای که آقای بایدن مورد حملات و آماج انتخاباتی قرار می ته این برای ما قابل فهم است به خاطر از اینکه اگر ما نگاهی در واقع غیر عوام گرایانه و پوپولیستی داشته باشیم طراح و مهندس این فرایند خود آقای ترامپ بود ام. دقیقا در دوره بله. آقای ترامب بله بله بله. بود اقا ای نظری یادتان است در انتخابات 2016 دونالد ترامپ با هلری کلینتون رقابت داشت در اونجا گفت که ما باید به با جنگ به طولانی ترین جنگ ما در افغانستان پایان بدیم و وقتی آقای ترامپ به قدرت رسید او از اولین رئیس جمهورانی بود که به شکل علنی گفتگو را با طالبان در دوحه آغاز کرد و روند خروج از افغانستان را به چون روی کرد آقای ترام روی کرد پایان منازعات جوپولیتیک در منطقه هست پس نقش داره رئیس جمهوران بله نقش داره منطقه نسبت به افغانستان من اشاره کردم که استراتژی تغییر نمیکنه یعنی آمریکا دوباره هرگز نسبت به افغانستان مداخله نخواهد کرد بلکه از پرامون افغانستان از مم. کشورهای منطقه که بیکایا ها در مانده. اونجا نفوذ گسترده مانده. داره تعاملات افغانستان را هدف این نیست آقای نظری که ممکن است مداخله بکنه یا چیز دیگر بس است که نگاه امریکا نسبت به افغانستان چی گونه خواهد بود چون در زمان سه سالی که گذشته باورهایی است که امریکا یک سیاست خصمانه را در قبال افغانستان به پیش برده نگاه دشمنانه را همچنان ادامه داده این نگاهی بوده که مسئولان امارت اسلامی گفته ولی برخی های دیگه گفته که امریکا به هر به از اشکال یا به غیر شکل غیر مستقیم حمایت کرده حاکمیت فعلی در افغانستان یک نگاه دیگه هم وجود داشته که نگاهش خیلی مبهم است و او منتظر قضایای کلان در سطح جهان است که حل شود بعدا مسئله افغانستان را حل بکنه سوال است که امی سیاست چطور سیاست بوده و آیا فکر میکنین که از این به بعد ادامه پیدا میکنه امی سیاست فعلی یا تغییر خود آمده در او ببینید اولویت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر مهار چین هست و کنترل بر حوزه قفقاز است یعنی کاهش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه و در تحولات میانه در واقع حمایت از اسرائیل با عنوان یک بازیگر مهم و کلیدی از منظر ایالات متحده است به این دلیل است که نسبت به افغانستان استراتژی که بایدین با مورد با توجه قرار داده بود با استراتژی که آقای ترام بر فرضی که به قدرت برسه متمهین نظر قرار خواهد داد از نظر استراتژیک و راهبردی تغییر در ایجاد نخواهد شد فقط نقطه های تاکتیکی هست که اون نقطه های تاکتیکی معمولا موقتی و در واقع یک فرایند کوتاه مدت را می پیماید از این نظر است که ما نمیتونیم از نظر عمق ساختاری و سقل استراتژیک ای فرایند به گونه تحلیل بکنیم که گویا یک تغییر 180 درجه شکل میگیره آقای ترام همیشه در واقع دنبالی بوده که جنگ ختم شود. چنانکه جنگ افغانستان برش نقطه پایان گذاشته شد و در تحولات اوکراین می کار خواهد کرد به همین دلیل که پیش بینی ها است که اگر ترام به قدرت برسه بازی در اوکراین به نفع روسیه تمام خواهد شد نقش داره رئیس جمهور بله یعنی کسی که با به میره نسبت به تحولات منطقه و جهان نقش داره بله افغانستان نقش نداره نسبت به تحولات افغانستان تغییرات ساختاری شکل نمیگیره یا به تعبیر علوم سیاسی و روابط بین الملل تغییری که در او استراتژی تغییر بکنه شکل نمیگیره تاکتیک اخوی تغییر نظری سیاست خارجی آمریکا مدون از شما میگه درست بله. و بر اساس او باید رئیس جمهوران عمل بکنه چرا در قبال افغانستان بر اساس او پیش رفت ولی اگر ترامپ بیایه ولی در قبال روسیه مثلا ممکن است با جنگ در اوکراین خاتمه بخشه و به خاطر بزاری ها باورشی است که پوتین انتظاری را میکشه که ترامپ به کاخ سفید بیاید یا مثلا در خاور میانه نگاه های طور است که اگر ترامپ بیاید جنگ ممکن است پایان پیدا بکنه ببینید سیاست خارجی نسبت به همه منطقه مدون هست اما کارگزار ما پیشتر اشاره کردم که در حوزه تاکتیکی میتونه ایفای نقش بکنه مثلا شما وقتی که در تصمیم گیری های روابط بین الملل بحث ها را مورد توجه قرار میدین نقش ساختار هست نقش کارگزار هست نقش مسائل روانی هست مسائل جامعه شناختی هست مسائل حقوقی هست و ساختار هژمونیک و آنارشیک روابط بین الملل هم هست همه از اینا نقش داره منتها بستگی به این داره که در کدام حوزه کدام متغیر میتونه بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه در تحولات اوکراین و خاورمیانه به دلیل ای که برای ایالات متحده آمریکا و عنوان یک قدرت تک هجمون اولویتی بیشتر داره نسبت به افغانستان برش تمایز قائل است یعنی در اونجا رئیس جمهور میتونه اعمال بیشتر نفوذ بکنه و قوه اجرایی به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی که داره ام. مثلا چین با افغانستان بلید. متفاوت است روسیه تحولاتش با افغانستان متفاوت است به این دلیل که در اونجا در واقع متغیرها نقش برازنده تر و برجسته نسبت به تحولات افغانستان ایفا خواهد کرد مثل که در حال حاضر او حوزه ای که در واقع اهمیت جوپولیتیک داره حوزه های پیرامون افغانستان است حوزه افغانستان نیست بلی حوزه افغانستان تا 20 سال گذشته اولویت بود اما در حال حاضر در حاشه ای تحولات سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد خیلی خوب پس اجازه آقای نظری مکم جزئیات بهتون از نگاه امریکا در جریان سه سال گذشته در قبال افغانستان امریکا امارت اسلامی را در جریان سه سال یا بیشتر از او بر رسمیت نشناخت امریکا پول های افغانستان را منجمد کرد و با وجود خواست حتی از سوی کشورهای دیگر این پول را آزاد نساخت امریکا گفت که ما امارت اسلامی را به رسمیت میشناسیم و این مساوی به است که رفتار امارت اسلامی در قبال زنان تغییر بکنه این از سه محور اصلی و اساسی بوده که امریکا در جریان سه سال با کراد و با تکرار گفته این سیاست تعقیب میشه آقای نظری باور ما است که با تاسف باید بگویم این سیاست تعقیب میشه پیگیری میشه ردیابی میشه اما امیدواری ما است به عنوان یک شهروند این کشور که ایالات متحده با منطق و با اقلانیت و با روی کرد نسبت به تحولات افغانستان سیاست خود را مورد توجه قرار بده اما آنچه که درکی از تحولات سیاست خارجی ایالات متحده وجود داره ایالات متحده با توجه به اینکه هجمونیشان ساختار شکنی شد در تحولات افغانستان با توجه به اینکه در یک دوره قرار داره که دوره گذار و نظم جدید آرام آرام در حال ظهور هست من پیشتر چین را اشاره کردم که مشق هژمونگرایی جهانی میکنه بله. و دیگه یک قدرت اقتصادی نیست قدرت اقتصادی خود را به قدرت جوپولیتیک، سیاسی و نظامی داره گره میزنه، پیوند میزنه بنابراین دغدغه ایالات بیشتر این قدرت ها هسته از اون منظر است که نسبت به افغانستان امی سیاست ممکن است در موارد در موارد جزئی درش تغییر ایجاد شود اما در سطوی کلی ادامه پیدا میکنه مگر اینکه در تحولات جوپلیتیک منطقه ام. یک دگردیسی کلان شکل بگیره که منافع حیاتی ایالات متحده با چالش روبرو شود در غیر از این صورت اگر وضعیت منطقه به همین صورت بله. باشه شما میدانید که در حال حاضر شرق در یک مرحله بسیار خطرناک رسیده و یک بحران پردامنه کل منطقه را در نوردیده بله. از این منظر است که با چنین فرایندی افغانستان در حاشیه تحولات سیاست خارجی آمریکا قرار داره و اینمی وضعیت که شما پیشتر اشاره کردین با تاسف باید بگویم ادامه پیدا میکنه اما خب آنچه که میتونه به عنوان یک نقطه عطف مورد توجه قرار بگیره است که امیدواری ما است که در جوپلیتیک منطقه یک دیگرگونی شکل بگیره که ایالات متحده مجبور شود در روی کرد سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان م. تغییر ایجاد کنه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه محدودیت‌های های بانکی برداره دارایی مردم ما را آزاد بکنه و با واقعیت موجود در افغانستان تمکین بکنه درست آقای ابن نظری خوب شما به هر حال در مورد نگاه این دو نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آشنایی داره آقای ترامپ به هر حال عملا 4 سال رئیس جمهوری آمریکا بوده سیاست او را حتما تعقیب کردین دنبال کردین از کاملا لاهرس و میدانین این خوب بنامایندگی از دموکرات ها مطرح است گذشته از بود شخصیتی خودش و او هم در جریان چهار سال گذشته معاون جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا بوده شما کدام شد ترجیه میتین نسبت به افغانستان؟ خب بر ما منافع ملی ما مهم است مردم ما مهم هست و ثبات سیاسی کشور ما مهم هست اما آنچه که با عنوان شاخصه اصلی در رویکرد سیاست خارجی جمهوری خواهان و دموکرات ها در طول تاریخ مطرح بوده است که جمهوری خواهان بیشتر حالت تهاجمی داشته و بر بود سخت افزاری تاکید کرده دموکرات بیشتر ابعاد نرم افزاری در سیاست خارجی آمریکا مورد توجه قرار داده مجاری دیپلماتیک البته نه به این معنا که از اصول سیاست خارجی آمریکا دست برداشته باشه در مواردی مثلا رویه دموکرات ها تا سختتر بوده از جمهوری ها. و علتش هم این بوده که در قالب دیپلماتیک و تو زده و تو کشیده اینا سیاست آمریکا رو به با پیش برده و بسیار از کشورها رو با تحریم مثلا فلج کننده مواجه ساخته و او باعث شده که ایالات متحده من مثلا حوزه نفوذ بیشتری را در منطقه و جهان کسب بکنه اما برای افغانستان باور می است که اگر ما بتانیم در معادلات دیپلماتیک خود به همین صورتی که تا حال را پیش رفتیم تا سه سال اخیر و با 50 کشور ما روابط گسترده دیپلماتیک داریم کشورهای تاثیرگذار در منطقه با نفوذ در منطقه این روند ما ادامه پیدا بکنه هر کسی که به قدرت برسه چی جمهوری خواها باشه چی دموکرات ها باشه در واقع باید تمکین بکنه با واقعیت سیاسی موجود در افغانستان اما مش و منیش و ختمش هر دو تا جریان سیاسی که در ایالات متحده هست نسبت به تحولات افغانستان تفاوت ساختاری نداره از نظر من و ما باید خود ما در پرتو منافع ملی خود و ثبات سیاسی خود و مراودات دیپلماتیک خود بتانیم افکار عمومی بین المللی و نقطه های فشار بر ایالات متحده را جستجو بکنیم شناسایی بکنیم تا اینکه یک تغییر جدی در حوزه تحولات افغانستان به خصوص در حوزه تعامل رسمی با امارت اسلامی در دستور کار کارگزاران قصد سفید قرار بگیرد بله آقای نظری مسئولان امارت اسلامی یا کسانی که در سطح رهبری هستند شما حتما از زبان هایشان که گفتن امریکا در مسیر دشمنی همچنان در برابر افغانستان قرار داره و این مسیر را تعقیب میکنه و حتی گفتن مانیه رسمیت شناسی امارات اسلامی شده ولی در عمل همونطور که شما میبینین با بسیار از تعاملاتی که امارات اسلامی با کشورهای منطقه داشته واکنش جدی نداشته مثلا اگر کشورهای مثل قزاقستان و قرقیزستان نام امارات اسلامی را از فهرست ممنوعه کشورشان بیرون کرده چیزی نگفته واکنش تنده نداشته اگر در نشست های منطقه دعوت شده واکنش جدی نداشته اگر در مورد سفرها بوده شما که معافیت سفر برخی از اعضای امارات اسلامی هم تمام شده بود ولی باز هم مشکل ایجاد نکرده دو توجه به این توقعات در کابل چی است از امریکا و از رئیس جمهور آینده امریکا خب اولا اگر ما به عنوان یک کنش استراتژیک کنش سیاست خارجی امارت اسلامی را مورد توجه قرار بدیم نباید ایالات متحده و کارگزاران از آنها موضع تندی که شما پیشتر ترسیم کردید نسبت به تحولات افغانستان و امارت اسلامی اتخاذ بکنه به خاطر از اینکه افغانستان نه تهدید برای منافع آمریکا است نه برای منافع جهان است نه برای منافع همسایگان است بله این آقای جو خودش عملا بر حال اظهار کرد و بیان کرد و گفت که تهدید نیست و اگر تهدید باشه ما از هر جای میتونیم هدف قرار بدیم دقیقاً ما مو استراتژی آن سوی افق رو که مطرح کرده به همین وقتی یک کشور اساس تهدید بکنه حتما مداخله میکنه یعنی نزدیکتر سعی میکنه که بل. معادلات خود را مورد توجه قرار بده با توجه به اطمینانی که از حوزه افغانستان وجود داره یک نظم سیاسی در اینجا برقرار است امنیت کامل وجود داره وضعیت اقتصادی روز به روز رو به پیشرفت هست و در واقع هماهنگی میان مردم و نظام در حال افزایش هست و اعتماد متقابل بین افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه در واقع در حال افزایش است و روند سعودی رو تعیین میکنه افغانستان عملا هم ثابت کرد که تا این سال هیچ قرائین و شواهدی وجود نداره که اینجا یک تهدیدی باشه برای منافع جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا و یا کشور دیگه ام. بنابراین با توجه به چنین روند انتظاری که مردم افغانستان داره از ایالات متحده است که با روی کردی رئالیستی نسبت به تحولات افغانستان بنگره اما طور که ام. نظریه رئالیسم در ایالات متحده شکل ام. گرفته و در واقع نیو رئالیسم در اونجا تکامل پیدا کرده ام. این مکاتبی که در روابط بین وجود داره اکثرا در ایالات متحده به مرحله تکامل و تطور رسیده مم. و اونا آشنایی خوب با این نظریات داره با این روی کرد اگر نسبت به تحولات افغانستان بینگره باور ما که مشکل ما در یک بازه زمانی نهایت میان مدت حل خواهد شد چون امارت اسلامی روز به روز بر قوت و قوامش افزوده میشه و به با عنوان یک نیشن استیت افغانستان در تحولات منطقه خود تباروز داده و این میتونه یک نقطه عطف و یک فصل جدید در مناسبات امارت اسلامی یا افغانستان با ایالات متحده امریکا تفسیر و تعبیر شود بله اگر به حال جمع آنچه شما میگن آقای نظری در مورد نگاه امریکا در قبال افغانستان این باشه که خاطر امریکا از افغانستان جمع است چون امارت اسلامی به امریکایی ها تعهد سپرده که از خاک افغانستان علیه اونا و متحدانشان استفاده نمیشه به میخاطر ممکن است تغییر در ریاست جمهوری امریکا تغییر در سیاست های این کشور در قبال افغانستان نخواهد بود خب من تصحیح میکنم جمله شما را که امارت اسلامی به هیچ کسی تعهد نسپرده و نخواهد سپرده بلکه ببینید بحث اینجاست که امارت اسلامی در واقع میخواهد که بر اساس منافع ملی کشور با عنوان یک نظامی که از صلح و امنیتی پایدار در منطقه و جهان حمایت میکنه میخواد عضو فعال، مسئول و پاسخگو در نظام بین الملل باشه بر بنیادهای منشور سازمان ملل متحد در امور داخلی هیچ کشور مداخله نکنه و به هیچ کشوری هم اجازه داده نمیشه که در امور داخلی ما مداخله بکنه و با حسن همجواری نسبت به همسایگان سیاست خارجی خود تنظیم و طراحی و مهندسی کرده از این منظر است که در واقع با عنوان یک بازیگر متعارف حق داره که در بازی های جوپولیتیک در بازی های منطقی و فرا منطقی حضور داشته باشه مشارکت داشته باشه منتها کار را که ها تا حال را کرده است که شما هم در یک سوال های خود مطرح کردین که موانع و محدودیت ایجاد کرده مثلا برخی کشورهای که امریکایی ها بر اون نفوذ داره در برابرش مانع ایجاد کرده و البته این مانع به او پیمانه ای نبوده که در واقع یک صد باشه یک ساختاری را ایجاد بکنه که ما نتانیم. قواعد دیپلماتیک و رویه های دیپلماتیک را با کشورها مفصل بندی بکنیم ام. به دلیل که شما قزاقستان مثال زدین ترکمنستان و ازبکستان خب ما با اینا روابط گسترده داریم ام. و حتی با متحدان آمریکا روابط گسترده داریم بله. دق... با مورد... قطر بله دقیقاً با کشورهای عربی ام. ما روابط گسترده داریم و من پیشتر دلیلش برای شما ارائه کردم که از نظر قدرت های بزرگ زمانی که در واقع منافع کلان جهانی از اونها با چالش روبرو میشه اونها واکنش نشان میده بنابراین افغانستان برخلاف تبلیغات برق کشورها به عنوان یک نظام سیاسی که بر سپر حاکمیت ملی خود اقتدار تام داره همه جانبه داره میخواه یک بازیگر متعارف و معمول و یک بازیگر مسئول و پاسخگو باشه و این در عمل ما نشان بدیم بنابر بله، بنابراین از ات... این منظر است که ام. آمریکایی ها نباید حساسیت ژئوپلیتیک نسبت به تحولات افغانستان داشته باشند بله کوتا اگر جنبندگی بکنیم بس با شما نظری آمریکایی ها خاطرشان از خاطرشان از افغانستان جمع است و این نشان داده ما اسلامی در سه سال که تهدید از افغانستان علیه اونا و متحدانش نخواد بود خاطر همه کشورها از امارت اسلامی جمع است و خاطر که ما تهدید برای هیچ کشوری نیستیم در عین زمانی که به هیچ کشوری در واقع یک تعهد ژئوپلیتیک نداریم به مردم افغانستان تعهد داریم به ثبات پایدار در افغانستان و توسعه پایدار تعهد داریم تلاش میکنیم که دارد. یک بازیگر مهم و مسئول در مناسبات بین المللی باشیم بسیار زیاد تشکر آقای دکتر عبداللطیف نظری موین مسلکی وزارت اقتصاد و تحلیلگر روابط بین الملل از حضورتان در این بخش از محور در ادامه محور با مهمانان دیگر هم بحث خواهیم کرد اما وقفه